دومین موج شیوع کرونا با سرعت ویرانگر هند را در هم کوبیده است. بیش از 2 میلیون مورد ابتلا ظرف یک هفته. در مجموع تاکنون 200,000 نفر در این کشور جان خود را از دست دادند. تنها ظرف یک شبانه روز گذشته 3,286 نفر جان خود را از دست دادند. دهلی همچنان بالاترین تعداد مرگ و میر را تاکنون ثبت کرده است و مقامات گفتند که در 24 ساعت گذشته 381 نفر جان باختند. کمبود دستگاه‌های اکسیژن و تکمیل ظرفیت بیمارستان‌ها از جمله مشکلات است که این کشور با آن مواجه است. ما جرأت از این قضا نمی‌تونیم که ما را کرونا بگیره و ما به یک شفاخانه مراجعه کنیم. در این میان مهاجران افغان در هند که به گونه اسیران جنگی زندگی می‌کنند، دشوارترین روزهای زندگیشان را تجربه می نمایند. مهاجرینی که هیچ گونه حمایت نه از سوی دولت هند و نه هم از سوی دفتر ملل متحد دریافت می کنند. من کرونا یک فاجعه بزرگ است در کل در تمام جهان و خصوص بر در هندستان در میشه و روز بسیار زندگی را تنگ و دشوارتر ساخته و بالخصوص به مهاجرینی که در هندستان در مقیم دیلی زندگی می کنند، اینا حتی نفس کشیده نمی تانند. تقریبا 2 هفته میشه دیگه، هفته دومش است که در دیلی نو قرنطین شروع شده. مشکلات خیلی زیاد است. افغانایی که مقیم در دیلی هستن زیادتر پناهنده و پناهجوی هستن یا دچار مشکلات خیلی زیاد است. دولت هندستان خو به خاطر از اینکه این فاجعه ای که هستی یک چالش بسیار کلان به خود دولت است، به خود حکومت هندستان است که اونا خودشان از کنترل حالا این فاجعه خارج شده و ادبای خود رسیدگی کردن نمیتونن. چه باشه که ما مهاجرینی که قشر فراموش شده هستیم در اینجا زندگی میکنیم، برای ما هیچ کدام امکاناتی وجود نداره، نه از قبیل واکسین، نه تداوی. حتی ما جرأت از این قضا نمیتونیم که ما را کرونا بگیره و ما به یک شفاخانه مراجعه کنیم، بر ما رایگان اکسیژن داده شود و دیگه کمک‌ها شود. سفارت افغانستان در هند از مرگ 30 شهروند این کشور به دلیل ابتلا به کرونا خبر داده و گفته که این افراد در اثر موج جدید کرونا در هند جان باختند. دین روز در همین خود منطقه بوگل ما زندگی میکنیم، 3 تن از افغانا جان خودان به حق دادن به خاطر کرونا و برای هندستان بسیار سرای سخت داشت. چرا دولت هندستان به قدر نفوذ خودشان کرونا گرفته که بر خودشان رسیدگی نمیشه، اکسیژن کم است، چه برسه برای مهاجرین افغان. مهاجرین افغان در هندستان به شرایط سخت کرونایی شرایط زندگی خودان را سپری میکنن. متاسفانه نه کار است و نه کمکی است برشان، همچنان برای کسایی را که کرونا میگیره برشان اکسیژن و تداوی بسیار زیق است، رسیدگی نمیشه برشان. ما خود دلی نواستیم در تلک نگر، تقریبا در از خانه ما یک دوسته خانه پیش یک چند نفر به حساب نمی دمی مرض آخشه هستن که تا حد هر شب ها بیچارتا می گردن پشت سلندر می گردن که اکسیژن باشه، باید اکسیژن باشن پیدا نمیشه. یا اگر می برن مریضای خود در شفاخانه هیچ کس تاویل نمی گیره اونارا و خاصتا مردم هند بلحال در این وضعیت بسیار خراب داره، چرا که وضعیت بسیار و از خود مردم های افغانی ما که مهاجر آمده بودن در هندوستان از ترس که باش اونجا هم جنگ است و قرار باشیم و متاسفانه براتون بگیم که در چند روز امو هموطنان مهاجر ما که در کابل بودن و آمدن در هند، چند تن از ما از دست دادیم به این تکلیف، بر خاطر چیز تکلیف دیگه داشتن به حساب که رفتیم شبخانه می بردیم اونجا خاطر این کرونا نمی گرفتن اونا از بین رفتن. گفته میتونین که فعلا از افغانا از مهاجرین که شما امرایشان به تماس هستین، آیا کس را میشناسین که به مرض کرونا مبتلا شده باشه و دسترسی به خدمات صحی برای مهاجرین افغان که فعلا در هند هستن چگونه است؟ ما خود ما خود به حساب کسر را که میشناسیم و امید خودم ما که کافایم بود در چیزی بلکه در کرونا نه یک تکلیف دیگه داشت که دست شمالات شده بود، از کابل آورده بودن اونا را به هند
باز او بشاره طبیعتش خراب شد تا که شبخانه می بردیم و شبخانه کس نمی گرفتن که به خاطر تکلیف کرونا که باشی که کرونا خدای نخواسته کدام مشکل دیگه جور نشه و بستر نبود اونا را پس در خانه آوردیم و بشاره از بین رفت و همچنان ارمیت یک دختره که دیگه ما که رئیس درمسال کارتفاروان مرکزی دختره که اونجا که 13 ساله بود عمرش 13 ساله بود دبل نمونیه شده بود سینه‌ش گرفته بود تا که بردن بر شفانه شفانه کس نمیگیره اونا هم چنان از علمی شکل مردم هند هم چنان که وقتی که میرن در شفانه هیچ جای نیست هیچ بستر نیست به اونا که دسترسی کنن دکتر هم چنان میترسن و خود مردم ما و شما بخاطر از این میترسه که باش اگر ما برم در شفانه خدای نخواسته خدای نکرده ما را کرونا نگیره. چقدر این وضعیت سر کار بار روزمره، سر زندگی روزمره شمایی که در هندوستان ماجر هستین تاثیر کرده؟ تاثیر خود زیاد کرده چرا که حوال خود کار بار نیست. باز ما خود یک ماجر آمادیم از افغانستان به طرف هند آمادیم و وقتی که اینجا آمادیم اینجا هم کدام ها به حساب ما شاگرد چشته بودیم و حال فلال قرنطینه است مکمل، بازارها بند است، دکانها بند است، تعداد مردم با خوراکی خودم مجبور مانده، همچنان نمیتو دکان ها مکمل بند شده، کلا که در خانه ششن قرنطینه است، بیخی نمیتونه کسی بیرون بره. این سر خود ما و شما همچنان میکنه مردم های ما که آمدن در سر فامیل همچنان اینمی رو میگن هر کسی که به حساب میبینیم و خودم با هر کسی که هر کسی با تماسشون اول درم سال میریم درم سال بنده دیگر بعد که زنگ میزنن میگن کی کنه ما هست شما را گمشون از بوجه در ما که در کابل بودیم میترسیدن در افغانستان که باش کدام انتیاری نشوه یا چی نشوه در اون هم میماریم این حال هیجه که ما روز بروز به حساب کرونا هم خواست مردیم و بسیار تاثیر آورد و ما از تعده مردمی تو شده است که دیگه تکنیک اعصاب برشان پیدا شدن اینا میگن که ما هر رقم شاد بس افغانستان ما کاش جور میشد ما میرفتیم پس به این مرض علاقه نمیشد. هند در این روزها با سونامی وحشتناک کرونا دست و پنجه نرم میکند. تقریبا وضعیت از کنترل دولت خارج شده است. در شفاخانه ها دیگر جای برای بیماران کرونایی باقی نمانده و روزانه صدها تن به دلیل نبود اکسیژن جان خود را از دست می دهند. دولت اعلام کرده که تمام افراد بالای 18 سال می توانند برای دریافت واکسین مراجعه کنند. گزارش ها همچنان از هند حاکی است که مراسم تدفین و سوزاندن اجساد در تمام شبانه روز ادامه دارد. ظرفیت مراکز سوزاندن اجساد تکمیل شده و دولت اکنون مراسم تدفین و سوزاندن را در پارک ها و سایر فضای خالی انجام می دهد. گفته می شود که مقامات حتی درختان پارک های شهر را قطع می کنند تا برای مراسم تدفین سوزاندن جسد استفاده کنند. از بستگان جان باختگان خواسته شده تا به تشریفات سوزاندن جنازه ها به دولت یاری برسانند. اما اینها در حال رخ می دهد که تعداد کشته ها همچنان افزایش می یابد. گفته می شود که هند هنوز به پیک اصلی موج دوم شیوع نرسیده است. در حال حاضر هند پس از ایالات متحده، برزیل و مکزیک چهارمین آمار کشته در جهان را دارد. اما در هیچ یک از این سه کشور دیگر اوضاع در حال حاضر تا به این حد به هم نریخته است.